با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. مرسی از وقتی که بهم دادی. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر، من میخوام راجع به گذشتم باهاتون صحبت کنم که برمیگرده به دوران کودکیم که من اصلا نمیتونم فراموش کنم و روی من خیلی تاثیر گذاشته الان که بزرگتر شدم. شما الان چند سالتونه؟ و اصلا خودم حلش کنم. خب قرار نیست خودتون حل کنید. من 19 سالمه. اوکی، نه. چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟ من یه خواهر دوقلو دارم. همیشه کمید یا فترنالی متفاوتید؟ ما متفاوت هستیم. اوکی، خیلی خوب. و خواهر برادر دیگه ای ندارید؟ نه خیلی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از اروپا تلفن میکنم، از کشور اسکاندیناوی. چه مدت از اروپا هستی؟ من وقتی 11 سالم بود با پدرم مهاجرت کردم. مادر چی؟ مادرم خیلی وقت پیش از ما جدا شده بودن، وقت دوران کودکی بود. شما در چه سنی بودی؟ من فکر میکنم 4 سالم بود که پدر مادرم طلاق گرفتن. اون وقت بعد مادر دیگه با شما نبودند؟ نه، من پیش کسی دیگه بودم. خواهرتون چی؟ خواهرها همینطور، اونم بابا. اونم با شما بود؟ دو تا یه جا بودید یا دو جا بودید؟ نه، دو تا یه جا بودیم. ما پیش مادر بزرگم زندگی می‌کردیم. اوکی، بنابراین شما پدر رو از دست دادید، مادر رو از دست دادید. با مادر بزرگ پدری بودید یا مادر بزرگ مادری؟ مادر بزرگ پدری بودم. خب خب، شما چه انتظاری دارید؟ یه دختری که پدر مادرش از هم جدا شدن تو اون سن کم، بعدا هم پدر و مادر ازش مراقبت نکردن، مادر بزرگشون کرده یا بعد یه مواظبت و مراقبتی کرده و بعدم 11 سالگی. آقای دکتر بفرمایی. جام من ما وقتی که خب کودک بودیم پدر مادر من جدا شدن و بعدش پدرم یه ازدواج مجدد داشت که بیشترین درد من از اون ازدواج میاد که 2 سال طول کشید و من تو این 2 سال شکنجه میشدم از طرف نامادری. در چه سنی بود پدرتون ازدواج کرد؟ شما چه سنی داشتید؟ من یادم نمیاد، فکر کنم که 5 سالم بود ازدواج کردن و 6 سالم بود که ما رفتیم و با پدرم و نامادریم زندگی کردیم. خب اون با خواهر شما همینجور بدرفتاری میکرد اون خانم؟ بله، ایشون من فکر میکنم که مشکل روانی داشتن. خب اون پدر توفه شما که اومده از زنش جدا شده، 2 تا بچه داره، رفته زن گرفته، بعد یه زنی که بچه هاشو آزار میده؟ ایشون نمیدونستن که این اتفاق بود، چون پدر من خیلی کار میکرد. قرار نبود خیلی کار بکنه، قرار بود حواسش نصب کنید. یه کار اصلی و اساسیش مازبل از دو دخترش بوده. بله من میدونم، ولی من خودم از این داستان خیلی اذیت میشم آقای دکتر. من خیلی به این تراما هم فکر میکنم و هر سال. خب اون مادر با شما چی میکرد؟ مادرم، اون خانم مادر منو تهدید میکرد، نمیذاشت ما مادرمونو ببینیم. مادر من درس میخوند و تحصیل میکرد و موقعی که پیش مادر بزرگم بودیم میامد سر میزد به همون، ولی به اون صورت نبود. و ولی وقتی که ما پیش پدرم و نامادریم بودیم، اون خانم خیلی با مادر من مشکل داشت و همش تهدیدش میکرد. من حتی تهدیدی که به مامانم میکرد رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. تهدید شما؟ آخه مادر شما که دوربر نبوده. صبر کنید عزیزم،
شما همین چیزه. مادر شما که دوربر نبوده تهدید بکنه، چه تهدیدی میکرد به شما؟ اصلا چه چرا میخواست که ما رو ببینه؟ خب اون چیزی که من یادم میاد این بودش که مادر من به پدرم زنگ میزدم میخواست ما رو ببینه و این خانم اصلا اجازه نمیداد که ما مامانمون رو ببینیم و مادر من به کوب از شهرستان میومد به یه شهر دیگه تا بتونه ما رو فقط ببینه و با اون حال خیلی سخت میتونست که پدرم و نامادرم رو راضی کنه که ما رو ببینه. حالا وقتی شما یعنی وقتی میدی خب متوجهم، ولی کس شکنجه نبوده که میداده؟ من نامادری منو شکنجه میکرد، شکنجه فیزیکی میکرد، منو خیلی اذیت و آزار میداد و یعنی چه میکرد عزیز؟ خب من آخه من که نشنیدم منو چه جور آزار؟ با کبرمن منو خیلی کتک میزد، تمام بدنم همیشه کبود بود، با زنجیر میزد، با اون وقت وقت پدر شما اینا رو نمیدید بهش؟ اونا شما رو پدر شما خب چرا شما بهش نمیگفتید که این بدن منه کبود؟ من اون موقع فقط 6 سالم بود، من اصلا نمیتونستم از خودم دفاع کنم، من میترسیدم ازش، هنوزم رد کارایی که کرده هست، سر منو شکون. یه بار من گم شده بودم بیرون، ایشون رفته بودم رب بخرم، یادمه که اومد دنبالم و محکم رب و کوبید تو سر من و سر من شکست همونجا و صورتم خونی شده بود. وقتی من خودم تو آینه نگاه کردم خیلی ترسیده بودم، من اصلا این حسا رو نمیتونم فراموش کنم. خب حق داری عزیز، من دردش هنوز توی بدنمه، وقتی بهش فکر میکنم سرم سنگینی میکنه، بدنم درد میگیره، پاهم سوست. همین الان که من دارم راجبش صحبت میکنم حالم بد میشه، پاهم سوست میشه، دستم میلرزه، کمرم درد میگیره، حالت توهم من دست میده. من نمیتونم اصلا باید چیکار کنم. من دنبال شما قرار نیست کاری بکنید عزیز من. عزیز من اگر دست و پای من از کی شکایت کنید؟ من الان خیلی من پدرم وقتی فهمید این داستانو ازش شکایت کردیم، ولی نمیدونم دنبال کارش نرفتم، نمیدونم چی شد، من اصلا یادم نمیاد، چون من فقط یه چند تا تصویرایی که خیلی اذیت شدم جلوی چشامه. من تو اون خاطرات دارم زندگی میکنم، یعنی عین یه فیلم همیشه جلوام، انگار تو همون چشامو که میبرم انگار تو همون هستم. وقتی بهش فکر میکنم و هرچی سنم بزرگتر میشه این برام از سنگین تر تموم میشه. من نمیتونم بدون این که بشینم اینجا و این خانم، فکر نمی کنم حتی زندان رفتن، حتی نمیدونم از طرف قانونی فکر نمی کنم به جایی رسیده باشن. و شما که 8 سال، شما که 11 سال یا 8 سال اومدید به سوئد، چی یعنی کشور اسکاندیناوی نمیدونم کجا، خب شما که دیگه یعنی چه دنبال مجازات اون خانم هستید شما؟ من حالم خوب، من احساس میکنم نمیتونم خودم باشم، داخلم خوب نیست. من که نگفتم داخل شما خوب عزیز، معرفم این است که اولا این پدر بزرگوار شما کجا بوده، بعدم شما دوتا رو برداشته در 11 سالگیتون آورده به اروپا، درسته؟ درسته بله. اوکی، شما الان قراره به هر زبونی که مسلطید، اگر اون زبون اون کشوره، یه روانشناس خوب پیدا کنید، اگر نه فارسی، شما قراره با یک کسی کار کنید که این زخما رو بتونن جلوی خونریزیشو بگیرن، ببندن، پانسمان کنن که آزاد بشید. برای خودتون که کاری نمیتونید بکنید. بله، یعنی میگه که من دنبال کارش نرم. من الان دنبال چه کارش برید؟ چی شما بعد از 11 سال میخواید بعد از 11 سال میخواید برید کجا شکایت از کی بکنید؟ آخه من هنوز پروندم هست توی خب باش قانونی، من پدرم منو برداشت خب. پزشک قانونی بود. خب پدرتون عزیز من، پدر شما دنبالشو گرفت؟ 8 سال از اون ماجرا گذشته، شادم بیشتر، حتی یه قانون نیست به اسم قانون مرور زمان جان؟
فکر کنم 12 تا 11 سال بگذره. بسیاری از کشورها من نمیدونم اصلا این شامل چی میشه، یه قانونی است که بهش میگن قانون مرور زمان، برای از این مدتی دیگه جرمی جرم تلقی نمیشه دیگه. حالا اون اصلا شما مشکلتون حل نمیشه که او رو ببرید دادگاه، حالا پاشید برید اونجا شما شهادت بدید در دادگاه تحقیق کنه بعد رأی بده، چی دارید فکر میکنید شما؟ خب این حرفا رو به پدرتون زدید، ایشون نظرش چیه؟ من باشون زیاد صحبت نکردم راجع به این داستان. پس برای چی نشستی؟ من راجع به این داستان صحبت میکنم حالم بد میشه. خب من با مادرم شش صحبت کردم. خب مادرتون میگه چی؟ باشون راحت ترم. مادرم ایشون تقریبا کارش همین هست و به من گفتش که تمام تلاشش میکنه که برای من تخفیف کنه و اگه بتونم دنبال کارم رو بگیرم که از این خانم بتونم شکایت کنم، حداقل دلم نمیدونم یکم آروم بشه، حداقل احساس میکنم حقم خورده شده. آقای دکتر احساس میکنم حقتون حق همه ما همه جا خورده شده. عزیز من آخه تو هم حالت خوب نیست، مثل که مادر دم حالش خوب نیست. اون زمانی که پدر و مادر تو قرار بود از تو مواظبت و مراقبت بکنن نکرد. حالا تو به پدر نگفتی، چرا به مادر نگفتی این زن ما رو میزنه؟ من میترسیدم آقای دکتر ایشون، من میترسیدم دوباره این منو بزنه، دوباره میترسیدم منو شکنجه بده. آقای دکتر ایشون خیلی شکنجه بدی منو دادن. من که نمیگم شکنجه بدی ندادن، ولی آدم چون کسی شکنجهش میکنه به هیچ کس نمیگه برای اینکه باز اومد به شکنجهش بکنه. حالا من تو این بحث ها به نظر من بیمن. آخه من هی میترسم که خیلی خوب آدم وقتی میترسه وقتی اشتباه میکنه اشتباه میکنه. من وقتی میترسم آب بخورم از تشنگی هم میمیرم. حالا اونو ولش کن. ببین عزیز، تو با رفتن دنبال اون خانم به جایی نمیرسی، اونم توی کشوری مانند ایران، اونم بعد از 8 سال. این یک. مادر تو هم که این حرفا رو میزنه، گفتم پدر و مادر تو پدر و مادر نبودن که از دختراشون مراقبت کنه. حالا دو تا سوال دارم. اول اینکه خواهرت هم مثل تو حالش هم اینقدر بده یا تو فقط اینقدر حالت بده؟ نه خواهر من یکم بهتر از منه، با خودش حل کرده مسئله شو. آقای دوست من تو پرانتز بگم که خواهرم کمتر تو این بهش به ایشون آسیب میزنن این خانوم و مادر منو که بهتون گفتم ایشون میگم وقتی میگم منو میبینم مادر منو با حتی ایشون با چاقو تهدید کردن و من اینم بهتون بگم که من چند وقتی که ایشون توی فضای مجازی پیدا کردم و خیلی حالم بد شد وقتی که نگاه کردم به عکسشون و من وقتی که توی پیج شخصشون نگاه کردم ایشون حامی حیوانات بودن و از حیوانات سعی میکردن حمایت کنن و من خیلی ناراحت شدم که من اون زمان انقدر اذیت شدم و ایشون مثلا میاد راجع به چیزی که نیست و دلسوزی که نداره میاد صحبت میکنه و من میخواستم بگم که به نظرتون میتونم به این شخص پیام بدم و حداقل با خودی صحبت کنم که ببینم چرا اصلا با من این کارو کرده این خانم؟ آخه عزیزم تو دنبال موضوع مسائلی هستی که معنایی نداری. اولا پدر و مادر تو که من سخت از دستشون عصبانیم، در 4 سالگی دوتا با وجود دو دختر دارن جدا میشه. دوم پدر بزرگوار شما پا میشه میره زن میگه، بعدم مواظب بچهش نیست که این زن با این دوتا دختر چه میکنه. مادر شما ازش خبر داشته و نداشته بهش نمیکن. به گفته شما این خانوم برای مادر چاقو میکشه، بابای شما باز نایت. حالا پدر که از این خانوم جدا شد بالاخره، درسته؟ بله بله ایشون جدا شدن توی وقتی من 8 سالم بود.
بعد دو سال شما باشو زندگی کردید. آکه، ولی بعدش هم شما با مادر بزرگ اینا بودی تو بعد اومدید حالا کشور اروپا. شما دنبال اون خانم رفتن مشکلی داره دنبال اون خانم رفتن هیچ مسئله و مشکلی را نمی‌کنه. اینکه شما فکر کنید ایشون رو میتونید تنبیه کنید یا انتقام بگیرید یا ایشون اینکه بهش زنگ بزنید بهش بگید چند تا حرف زشتم بارت میکنه، دو سه تا جمله زشتم تحویلت میده، بعدم یه سری دروغا درباره تو میگه که تمام کتکایی که زدم تازه حقت بود. به همین سادگی. این تازه زخماتم بدتر میشه. دنبال کی میخوای بری؟ او چه توضیحی داره بگی؟ اصلا اولا به قول تو که داره دروغ میگه درباره شفقت و مهربانیش با حیوانات، با انسانم رابطهش درست نبود. بعدم به تو فکر کنین چه جواب میده؟ انتظار چیه که یک اصلا اولا این کار میکنه که این کار را نکرد، دوم میگه اگرم این کار کردم تازه حقت بوده باید بدتر از اینم بلا سرت میابردم. تو نمیدونم دروغگو بودی، نمیدونم رابطه من و بابا تو میخواستی به هم بزن. من خودم میگم آدم خب چی به خودت میگی؟ به خودت میگی آدم چی؟ من فقط فکر میکنم که آدم چه نفرتی میتونه از یه بچه 6 ساله داشته باشه که هیچ. خب تنفر خشم بیماری. آدم هایی هستن که بچه 6 ساله رو میبرن تکه تکه میکنن بیمار. شما معلوم اون زن بیمار کامل روانی بوده، اون بابای توی که این توفر گرفته. ولی الان چیزی حل نمیشه عزیز. تو بیا برو الان تو زندان ها صدها زن و مرد رو میبینی که آدم ها رو تکه تکه کردن، شکنجه دادن، آتیش زدن، سوزوندن، هرچی. خب باشون حرف بزن به چه نتیجه میرسی؟ خب جواب چه سوالی رو بگیری؟ ببین عزیز، تو مثل این میمونه که دست کثیف شده میری قالی تو میشوری. خب چه ارتباطی با هم داره؟ اونو ولش کن. تو الان قراره بدن روانی آسیب دیده خودتو سالم کنی. یعنی از نظر روانی تو مثل کسی میمونی که دست شکسته، پا شکسته، چشمت کور شده، گوشتو بریدن، یعنی یه بلای روانی سر تو اومده. این کارم قرارش اینه که با دکتر روانشناس کمک بگیری که او حالتو رو خوب کنه. من تو خیابون داشتم میرفتم یه ماشین مست اومده زده من، دست و پای من شکسته، من چی کار باید بکنم؟ حالا باید برم سراغ اون آقا که چرا مست بودی پشت فرمون نشستی؟ یا چطور تو میتونی پشت فرمون بشینی بیای تو بیاد رو؟ که مشکل منه، مشکل من دست پای شکستم، من میرم دکتر که دست پامو درست کنه. حالا اگر کاری میشه برای اون کرد اون بحث دیگری است. ولی تو حالا که اومدی اینجا در مورد کودکیت ماله نمیدونم چند سال قبل دنبال چی هستی عزیز؟ اون مشکل تو رو حل نمیکنه. مشکل تو اینه که الان زخمتو خوب کنی. هر کی زده، به هر دلیلی زده، به دلیل بیماری، به دلیل نادانی، به هر چی. ما تو دنیایی هستیم که قراره مسائلمون رو حل کنیم، نه اینکه بخوایم درباره دیگران بدونیم یا اونا رو متنبه و متوجه کنیم. اینگونه که تو داری میگی یه بیمار کامل روانی بوده که من حیرت میکنم از بابای تو که این توفه رو گرفته و این مدت هم بوده و بابا و مادر تو خبر نداشتن که در دو تا دختر کوچکشون تو این سن سال که زیر دست این تحفه بوده چه میگذره. من اصلا باور نمی کنم. آدم من همیشه گفتم روزی که شما خب برای باباتون میگه چی؟ میگه تو چرا نباید چی؟ من کاری به تو نرم. پدر تو جوابش چیه؟ پدر تو نه حال تو بد میشه، بابات چرا حالش بد نمیشه؟ چرا پدر تو کور بود؟ خب من اصلا نمیفهمم. آدم یه چیزایی میگی. چرا داستان مثل این که من برگرم میگی من اذیت کرده به جایی که برم اداره پلیس بیام برم تو نونوایی با نونوا حرف بزنم؟ آخه چه ارتباط داره؟ تو مشکلی با پدرته که این تو فراورده به عنوان زنش. تو با پدر راجبش حرف نمیزنی. بگم چرا این کارو کردی؟ اون نه حرفی نیست که پدر این بلاهایی بود که سر ما آورد که پدر تو باید بدونه چه کرده.
نمیدونستم. پس تو برای چی بچه آدم بچه‌شو بیاره یه جایی بذاره بعد دنبالشو نگیره ببینه غذا خورده یا نخورده، دواش خورده یا نخورده، مریض هست یا نیست؟ نمیدونستم. حالا اونا که گذشته، تو قراره بری دکتر و حال خودتو خوب کنی. تو که نمیتونی حال دیگران رو خوب کنی یا خراب کنی، ول کن اون خانم رو، ولش کن. بنابراین که به هر زبانی که راحتی، فارسیت خوبه، میتونی از طریق تلفن اولا به پدر بزرگوارت بگو که بر سر تو چه گذشته، بگو که من میخوام یه دکتری تو ایران برام پیدا کنی که تلفنی صحبت کن. یه خانم دکتر پیدا کن، حرف بزن، ببین چقدر میتونه کمکت کنه. علاقه ایست منم فکر کنم که به هر حال حتما تنها ایده من اصلا خب معلومه از حالت خوب نیست و تنها حال خوبت وقتی است که کسی متخصص کمکت کنه که از این مشکل بیه بیرون. بنابراین لطفا با یک کسی صحبت کن. این موضوع مسئله دیگری بود بعدا خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون وقتی که بنده. خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدارت.